معروفه که اگه انگشتتون رو به سمت آسمون بگیرید بیشتر از 10 میلیون کهکشان پشت انگشت شما قرار گرفته. دیگه ببینید توی کل آسمون چقدر تعدادشون زیاده. از بین تمام این کهکشان‌ها یکیشون اونقدر به ما نزدیکه که حتی با چشم غیر مسلح هم میتونیم ببینیمش. کهکشان آندرومدا. امروز میخوایم داستان هیجان انگیز کشف این کهکشان همسایه رو بررسی کنیم، چون همین بود که باعث شد چشم ما به عظمت باور نکردنی این دنیا باز بشه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است، یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن، از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. اولین کسی که به کهکشان آندرومدا اشاره کرده یه اخترشناس ایرانیه به نام عبدالرحمن صوفی. بیشتر از 1000 سال پیش، یعنی 946 میلادی، صوفی کتابی نوشت به نام سورالکواکب یا پیکرهای ستارگان. در واقع کتاب معروف المجستی بطلمیوس رو ترجمه کرد به عربی و کشفیات خیلی بیشتری بهش اضافه کرد. همینجا بود که از یه صحابی نام برد که داخل صورت فلکی امرأت المسلسله قرار داشت. بنابراین صوفی فکر میکرد این یه صحابی یا ابره. اون زمان کسی نمیدونست که چیزی به نام کهکشان وجود داره. صورت فلکی امرأت المسلسله یا زن برزنجیر توی نوشته‌های غربی معروف به آندرومدا که همسر پرسیوس یکی از اسطوره‌های یونانی بود. بعد از اون تا حدود 7 قرن هیچ کار خاصی در مورد این صحابی انجام نشد، اما اختراع تلسکوپ دوباره توجه‌ها رو به سمت این جرم آسمانی جلب کرد. زیمون ماریوس، اخترشناس آلمانی، سال 1612 با تلسکوپ خودش سعی کرد قطر این صحابی آندرومدا رو اندازه‌گیری کنه. سال 1765 شارل مسیه، اخترشناس فرانسوی، کتابی منتشر کرد به نام کاتالوگ صحابی‌ها و خوشه‌های ستاره‌ای. مسیه داخل این کاتالوگ لیستی از 41 جرم فضایی تهیه کرده بود که بعضیاشون صحابی بودن، بعضیاشون خوشه‌های ستاره‌ای، بعضیاشون هم کهکشان‌های دوردست. بعداً این لیست توسط خود مسیه و بقیه اخترشناسا بزرگتر شد و رسید به 110 تا. آندرومدا 31مین مورد این لیست مسیه بود. برای همین توی نوشته‌های علمی معمولاً بهش میگن مسیه 31 یا M31. بعد از اون ویلیام هرشل، اخترشناس و موسیقیدان آلمانی، اسم این صحابی رو گذاشت آندرومدا، چون داخل صورت فلکی آندرومدا قرار گرفته. این ویلیام هرشل همون کسیه که سیاره اورانوس رو کشف کرد. هرشل معتقد بود آندرومدا نزدیکترین صحابی بزرگ به زمینه که فقط حدود 18000 سال نوری از ما فاصله داره. سال 1850 ویلیام پارسونز، اخترشناس ایرلندی، برای اولین بار اعلام کرد که آندرومدا متعلق به گروه خاصی از صحابی هاست به نام صحابی های مارپیچی که داخل کهکشان خودمون راه شیری قرار گرفتن. البته حدود 1 قرن قبلتر امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی، گفته بود آندرومدا و بقیه صحابی های مشابه دنیاهای جداگانه‌ای خارج از کهکشان مان که به هر کدوم از اینا میگفت یه جهان جزیره‌ای. ولی خب از همون زمان خیلی ها با این ایده مخالف بودن، چون هنوز هیچ کس نتونسته بود اثباتش کنه. تا اینکه اوایل قرن 20 یه اتفاق جالب افتاد که نقطه شروع درک ما از کهکشان ها بود. میدونیم که سوپرنووا یا ابر نواختر انفجار یه ستاره است که نور خیلی شدیدی آزاد میکنه. اونم توی یه بازه زمانی کوتاه، یعنی بعد از چند روز یا چند ماه شدت نورش از بین میره. یه چیز دیگه هم شبیه این داریم به نام نووا یا نواختر که اینم نور شدیدی داره، ولی معمولاً باعث نابودی ستاره نمیشه. از سوپرنووا هم بیشتر اتفاق میفته. سال 1917 هبر کورتیس، اخترشناس آمریکایی، یه نووا داخل آندرومدا پیدا کرد. نور این نووا چندین برابر ضعیف‌تر از بقیه نمونه‌هایی بود که توی قسمت‌های دیگه آسمون دیده میشد.
غیر از این، کورتیس با بررسی تصاویر قدیمی تر آندرومدا متوجه شد تراکم نواها توی این سحابی به طور غیرعادی بیشتر از بقیه قسمت های کهکشان ماست. بنابراین به این نتیجه رسید که آندرومدا یه سحابی داخل کهکشان خودمون نیست، بلکه یه مجموعه بزرگی از ستاره هاست، شبیه کهکشان راه شیری، که حدود 500,000 سال نوری از ما فاصله داره. این ایده انقلابی طبق معمول با مخالفت‌های زیادی روبرو شد. مهمتر از همه هارلو شپلی اخترشناس آمریکایی بود. سال 1920 یه بحث جنجالی زنده بین کورتیس و شپلی اتفاق افتاد که معروف به مناظره بزرگ. شپلی معتقد بود کل جهان هستی خلاصه شده تو کهکشان راه شیری، قطرش هم حدود 300,000 سال نوریه. تمام سحابی‌های مارپیچی مثل آندرومدا هم داخل همین کهکشانن. چون اگه آندرومدا یک کهکشان جداگانه باشه، باید میلیون‌ها سال نوری از ما فاصله داشته باشه و این با ابعادی که برای جهان هستی در نظر گرفتیم جور در نمیاد. اما رقیبش یعنی کورتیس روی دو تا چیز تاکید می‌کرد. یکی تراکم زیاد نواها توی آندرومدا، یکی هم نور خیلی کمشون که نشون می‌داد باید خیلی دور باشن. با این حال هیچکس برنده این مناظره نبود. گره این کار 4 سال بعد به دست ادوین هابل باز شد. ستاره‌های متغیر قیفاووسی گروهی از ستاره‌هان که نورشون به طور منظم کم و زیاد میشه. اولش ستاره توی بزرگترین و سردترین حالت خودش قرار گرفته. اینجا انرژی تولید شده توی مرکزش کمه. بنابراین تعادل بین نیروها از بین میره و ستاره بر اثر گرانش شروع میکنه به کوچیک شدن. همینطور که کوچیک‌تر میشه، دما و فشار داخلش افزایش پیدا میکنه و همجوشی هسته‌ای سرعت میگیره. پس انرژی بیشتری آزاد میشه که این یعنی شدیدتر شدن نور ستاره. همین افزایش انرژی دوباره ستاره رو هل میده به بیرون و بزرگترش میکنه. پس دوباره سردتر میشه و به کم نورترین حالت خودش میرسه. این چرخه همینطور دائما تکرار میشه. بعضی از این ستاره ها هر چند روز یه بار یه نوسان انجام میدن، بعضی هاشون هر چند ماه یه بار. حالا نکته جالبش اینجاست که اخترشناسا یه فرمول تجربی به دست آوردن که باهاش میشه فاصله این ستاره های متغیر تا زمین رو به طور تقریبی حساب کرد. ام کوچیک قدر ظاهری ستاره است، یعنی مقدار نور یا روشنایی ستاره از دید یه ناظر زمینی. خب واضحه که هر چقدر فاصله ستاره از زمین بیشتر باشه، کم نورتر میبینیمش، یعنی قدر ظاهریش تغییر میکنه. بنابراین یه چیز دیگه هم داریم به نام قدر مطلق که مقدار نور ذاتی ستاره رو نشون میده. قدر ظاهری رو که از روی زمین با روش‌های مختلف اندازه‌گیری می‌کنیم، قدر مطلق هم ارتباط داره با نرخ نوسان‌های ستاره. هر چقدر دیر به دیر نوسان داشته باشه، اون حالت پرنورش شدیدتره. حالا کافیه این دوتا مقدار رو توی این فرمول قرار بدیم تا فاصله اون ستاره از زمین به دست بیاد. ادوین هابل با تلسکوپ هوکر تونست با همین روش فاصله ستاره‌های قیفاووسی داخل آندرومدا رو پیدا کنه. اینجوری نشون داد آندرومدا بیشتر از 1,000,000 سال نوری از ما فاصله داره. بنابراین خودش یک کهکشان مستقله. تمام سحابی‌های مارپیچی دیگه هم با همین روش مشخص شد که خودشون کهکشان‌های جداگانه‌ای هستن، نه سحابی‌های داخل راه شیری. اینجا بود که یهو جهان هستی میلیون‌ها برابر از اون چیزی که فکرشو می‌کردیم بزرگتر شد. Thank you.
الان بعد از اندازه‌گیری‌های مختلف و تصاویری که تلسکوپ‌های فضایی مثل هابل و جیمز وب از آندرومدا به ما دادن، شناخت ما از این کهکشان باستانی خیلی بیشتر شده. می‌دونیم که حدود 2.5 میلیون سال نوری از ما فاصله داره، تقریباً دو برابر کهکشان ماست، تعداد ستاره‌هاش هم 10 برابر بیشتره. حدود 1 تریلیون ستاره داره. اگه دوست داشتید ببینید آندرومدا چه زمانی توی آسمون شما قابل دیدنه، وبسایت استلاریوم رو باز کنید، از این پایین موقعیت مکانی خودتون رو تعیین کنید، بعدش این بالا کلمه آندرومدا رو سرچ کنید. حالا کافیه از این قسمت ساعت‌های مختلف رو چک کنید ببینید چه زمانی این صورت فلکی بالاتر از خط افق قرار میگیره. دقت کنید که برای دیدنش با چشم غیر مسلح باید آسمون تاریک و بدون ماه باشه، دور از نورهای شهر. اهمیت آندرومدا به خاطر اینه که میتونیم یه کهکشان شبیه کهکشان خودمون رو از بیرون مطالعه کنیم. ساختارش نشون میده که احتمالاً یه چیزی حدود 10 میلیارد سال پیش تشکیل شده، ولی از اون زمان دائما کهکشان‌های کوچیک‌تر اطراف خودش رو بلعیده و رشد کرده. همین الان هم حدود 20 تا کهکشان کوتوله دور آندرومدا میچرخن که به اینا میگن کهکشان‌های اقماری یا ماهواره‌ای. بزرگترینشون M110، بعدش هم M32. همین M32 با اینکه اندازه خیلی کوچیکی داره، اما یه ابر سیاه شاله تو مرکزش هست که برای کهکشانی با این اندازه بیش از حد بزرگه. این نشون میده که احتمالاً اندازه اصلیش خیلی بزرگتر بوده، ولی آندرومدا بیشتر ستاره‌هاشو جذب کرده و فقط اونایی که تحت گرانش شدید سیاه شاله بودن نجات پیدا کردن. آندرومدا توی گروه محلی که ما هم جز بشیم بزرگترین کهکشانه، رئیس این گروه محسوب میشه. معاونش راه شیری خودمونه، سومی هم کهکشان M33 که چون داخل صورت فلکی مثلث قرار گرفته بهش میگن کهکشان مثلث. راه شیری هم تعداد زیادی از این کهکشانهای کوچیک ماهواره‌ای داره. دوتا از معروف‌تریناش ابر ماژلانی بزرگ و ابر ماژلانی کوچیکه که فقط از نیمکره جنوبی زمین قابل دیدنن. ساختار آندرومدا از راه شیری پیچیده تره که یه دلیلش همین برخوردهای زیادیه که در گذشته داشته و اثر گرانشی کهکشانهایی مثل کهکشان مثلث. با اینکه نزدیکترین همسایه ماست، اما بازم اونقدر دوره که نمیتونیم سیاره‌هایی که به دور ستاره‌هاش میچرخن رو بررسی کنیم ببینیم کدومشون احتمال داره حاوی زندگی باشن. انجام این کار حتی برای سیاره‌های کهکشان خودمون هم به شدت سخته، چون سیاره‌ها در مقایسه با ستاره‌ها مثل یه ذره گرد و غبارن. به هر حال با این همه ستاره که آندرومدا داره، بر اساس احتمالات میشه گفت تعداد خیلی زیادی سیاره باید داخل این کهکشان وجود داشته باشه که دارای شرایط مناسب برای زندگی باشن. ابرسیاه‌چاله مرکز آندرومدا هم خیلی خیلی بزرگه. سیاه‌چاله مرکز کهکشان خودمون جرمش تقریباً 4 میلیون برابر خورشیده، در حالی که سیاه‌چاله آندرومدا 100 میلیون برابر خورشید جرم داره، یعنی 25 برابر سنگین‌تره. این نشون میده که خیلی قدیمی‌تره. بررسی دقیق آندرومدا یه نکته عجیب و ترسناک دیگه هم برای ما آشکار کرد. این غول گرسنه داره به سمت ما میاد. در مورد اثر ردشیفت یا انتقال به سرخ قبلا توضیح دادم. کهکشانهایی که از ما دور میشن، اون نورشون که به ما میرسه کشیده تر میشه و طول موجهاش میره به سمت قرمز. اما برای کهکشانی که به ما نزدیک میشه برعکسش اتفاق میفته. یعنی طول موجهای نورش فشرده تر میشه و میره به سمت آبی که به این اتفاق میگن بلو شیفت. در مورد آندرومدا هم اثر بلو شیفت قابل مشاهده است. در واقع راه شیری و آندرومدا دارن با سرعت 110 کیلومتر بر ثانیه به سمت همدیگه حرکت میکنن. با این سرعت میشه در عرض یک ساعت از زمین رفت به ماه، ولی تو اندازه های کیهانی سرعت زیادی نیست. حدود 4 میلیارد سال طول میکشه تا آندرومدا و راه شیری به هم برسن. قبلا توی کامنت ها این سوالو پرسیده بودید که اگه جهان هستی در حال انبساطه، پس جریان این کهکشان هایی که به سمت همدیگه حرکت میکنن چیه؟ جوابش اینه که تو مقیاس کلی کهکشان ها به دلیل انبساط فضا زمان از هم دور میشن، ولی توی گروه های کوچیکتر محلی گرانش بعضی از اینا رو به سمت همدیگه جذب میکنه.
مثل همین اتفاقی که داره برای راه شیری و آندرومدا میفته. در مورد اون کهکشانایی که فاصله هاشون خیلی زیاده، دیگه گرانش اونقدر زورش نمیرسه که به انبساط فضا زمان غلبه کنه. البته فعلا لازم نیست نگران این برخورد باشیم، چون قبلش خورشید ما سوخت هیدروژن و هلیومش کاهش پیدا میکنه و تبدیل میشه به یه قول سرخ. اونقدر بزرگ میشه که عطارد، زهره و احتمالاً زمین رو میبلعه. پس عملاً خیلی قبل از اینکه آندرومدا به ما برخورد کنه، زمین توسط ستاره خودش سوخته و از بین رفته. ولی به هر حال اگه فرض کنیم این اتفاق نمیفته، با نزدیک شدن آندرومدا به راه شیری، آسمون شب و ستاره هاش واقعاً شگفت انگیز میشه. در مورد برخورد این دوتا کهکشان یه نکته جالب هم وجود داره. بیشتر ستاره ها به جای اینکه به هم کوبیده بشن، از بین همدیگه عبور میکنن، چون اندازه ستاره ها در برابر فاصله های عظیمی که بینشونه خیلی کمه. هرچند این جاخالی دادن ها باعث میشه بر اثر نیروی گرانش نظم مدارهاشون از بین بره، منظومه های سیاره‌ای متلاشی بشن، ستاره ها هم یا توی مدار جدید بیفتن یا پرتاب بشن به بیرون از کهکشان. سیاه‌چاله های مرکز این دوتا کهکشان هم در نهایت با هم ترکیب میشن و یه ابر سیاه‌چاله فوق‌العاده پرجرم به وجود میاد. این کهکشان ابرقول جدید معروف به میلکومدا که از ترکیب میلکی وی و آندرومدا ساخته شده. برای این موضوع شبیه سازی های کامپیوتری زیادی انجام دادن، ولی هیچ کدومشون نمیتونن کاملا درست باشن، چون این یه سیستم آشوبناکه که حتی جابجایی یکی از ستاره ها میتونه نتیجه رو کاملا عوض کنه. میلکومدا هم همسایه های کوچیکترش مثل کهکشان مثلث رو میبلعه و رشد میکنه تا جایی که تمام کهکشان‌های گروه محلی تبدیل میشن به یه هیولای غیرقابل کنترل. چیزی شبیه آلسیونئوس، بزرگترین کهکشان شناخته شده که 150 برابر راه شیریه. اما این کهکشان‌های گرسنه هم از یه حدی نمیتونن بزرگتر بشن، چون انبساط فضا زمان از دسترس همدیگه خارجشون میکنه. بعدش فرآیند پیر شدن این غول‌ها شروع میشه و بیشمار دنیای مرده به جا میمونه. هرچند همه این حرفا فقط بر اساس دانش امروز ماست. هیچکس واقعا نمیدونه آینده این جهان عجیب قراره چطور پیش بره.